اشاشین، گروهی بی قانون بدون حد و مرز کشتار. اقدام به ترور و قتل قدمتی به اندازه ی عمر بشر دارد. گروه مخفی حشاشین نیز با این وجود که در اقدام به ترور اولین نبودند، اما به عنوان یکی از اولین گروه های سازمان یافته برای ترور شناخته می شوند. حشاشین به عنوان اسماعیلی‌ها هم شناخته می شوند. گروهی از اسماعیلیان نزاری بودند که انشعابی از مذهب اسماعیلیه بودند. این افراد عقیده انحرافی داشتند و امامت را به اسماعیل فرزند امام جعفر صادق ختم می‌کردند. او را امام هفتم می‌دانسته و آنها اقدامات خود را مخفیانه در خاورمیانه و حدود بین سال 1090 میلادی آغاز کردند و تا پیش از آغاز اولین جنگ صلیبی در سال 1256 میلادی توانستند بسیاری از قلعه‌ها را در مناطق مختلف خاورمیانه تصرف کنند. سلام، به مجله دارکوب خوش آمدید. امروز سعی می‌کنیم در این ویدیو به بررسی حشاشین بپردازیم، گروهی بسیار مخوف که در ایران زندگی می‌کردند و توانستند بسیاری از قلعه‌ها را در مناطق مختلفی از خاورمیانه، ایران و سوریه تا مصر گسترش دهند و بتوانند یک امپراتوری بر اساس کشتار و قتل به وجود بیاورند. اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما لایکش بکنید، همچنین نظرتون رو در مورد حشاشین برای ما حتما به اشتراک بذارید و با سابسکرایب مجله دارکوب از ویدیوهای بعدی ما دیدن کنید. قلعه علموت یکی از مخفی ترین و سری ترین مکانهایی که میتوانست قتل بسیاری از افراد را از آنجا رهبری کند، اما امروز از آن قلعه مخوف و بسیار سری تنها خرابه ای باقی نمانده. قلعه علموت در حدود چند صد سال توانست در بسیاری از جنگ‌ها از خود نمایش فوق‌العاده را اجرا بگذارد. قلعه علموت که به عنوان مرکزیت حشاشین نیز می‌توان از آن اسم برد، مرکزی که حشاشین از آنجا کنترل و رهبری می‌شدند. بسیاری از جنگ‌ها از درون قلعه علموت شکل می‌گرفت، اما به مدت چند صد سال قلعه علموت هرگز تصرف نشد. این گروه توسط یک چهره مشهور به نام حسن صباح پایگذاری شد. او با استفاده از شهرت خود و بعد از جذب طرفداران بسیار زیادی، آموزش آنها را شروع کرده و گروه مخفیش را راه اندازی می کند. حسن صباح به عنوان یک متفکر، نویسنده و همچنین جنگجوی بسیار کارآمد، شهرت فراوانی در بین کشورهای اسلامی و مسیحی یافت. به او لقب پیر کوهستان را دادند، لقبی که به تمام رهبران حشاشین بعد از صباح نیز گفته شد. او توانست اسماعیلیه را از تسلط خلفای فاطمیان در مصر آزاد کند و با رهبری خودش اسماعیلیان را در سوریه و ایران متمرکز کند تا بتواند آزادانه به فعالیت‌های خود بپردازد. همانطور که پیشتر گفته شد، مرکز قدرت اسماعیلیان یا حشاشین قلعه علموت بود. موقعیت کوهستانی این قلعه به هیچ عنوان امری اتفاقی نبود و به دلیل موقعیت استراتژیک برتری بسیار فوق‌العاده‌ای را به نسبت خود به دشمنان می‌داد. اما به همین دلیل به مدت بیش از 100 سال توانستند در مقابل حملات سلجوقی‌ها و صلیبی‌ها از خود نمایشی فوق‌العاده اجرا کنند، ولی در نهایت در مقابل ارتش مغول‌ها شکست خورد. بسیاری از پیروان پیر کوهستان از افرادی بودند که در کوه‌ها و روستاهای اطراف قلعه زندگی می‌کردند و بیشتر آنها هم در سنین جوانی بودند و در شهرها هم آنها افراد صنعتگر، تاجر و کارگران را به فرقه خود دعوت می‌کردند، اما در جذب طبقات بالای جامعه چندان موفق نبودند. اما از ارتش سایه‌ها که متعلق به حشاشین بود نیز مواردی را برای شما آماده کرد. همیشه حاله از رمز و راز در اطراف حشاشین به عنوان گروهی مخوف وجود داشته. مردم معتقد بودند که آنها بسیار افراطی و البته وفادار هستند و از طریق حیله و مواد مخدر نیرو جذب می‌کنند. البته استفاده از مواد مخدر توسط این گروه نیز اثبات شده نیست. مسافرانی مانند مارکوپولو به مخوف بودن و راه و رسم عجیب این گروه نیز اشاره کرده،
البته باید گفت که مارکوپولو در سال 1254 میلادی متولد شده و بیشتر مطالب مارکوپولو درباره حسن صباح در زمان تولد مارکوپولو بیش از 100 سال از مرگ حسن صباح گذشته، اما بر طبق داستانهای واقعی آن زمانه گفته شده است. دلیل اصلی ترورها و قتلهای حشاشین هنوز مورد بحث و جدال است. البته اعتقاد به لزوم قتل و ترور حاکمان ستمگر با توجه به باورهای آنها انگیزه بسیار فوق‌العاده برای نیروهای فدایی حشاشین بود. آنها به واسطه تعداد بسیار کمی که داشتند، عملاً بهترین راه مقابله را قتل و وحشت و کشتار در بین مردم آن مناطق می‌دانستند. حشاشین قتل و کشتارهای خود را از بین مردم عادی انتخاب نمی‌کردند، اما آنها با انتخاب سران بالای نظام سیاسی بسیاری از مناطق و حکمرانی ها می توانستند ضربات بسیار محکمی را به حکومت های اطراف خود وارد کنند. حشاشین به دلیل نحوه به قتل رساندن هدف های خود بسیار به شهرت رسید. روش ترور آنها باعث شد که آنها بدون داشتن ارتشی پرتعداد بتوانند صدها سال مناطق تحت تسلط خود را حفظ کنند. حشاشین به راحتی و بدون هیچ گونه شک و تردیدی اهداف خود را در حضور شاهدان به قتل می‌رساندند. به همین دلیل با دیگر مزدوران قاتل در آن زمان نیز تفاوت بسیار زیادی داشتند. صلاح الدین ایوبی که تلاش‌های زیادی برای متحد کردن مسلمانان انجام داد، بعد از سوء قصدهای زیاد به جانش شبها در یک برج چوبی می‌خوابید که تحت تدابیر شدید امنیتی بود. امروزه بسیاری از کشورها سعی می‌کنند که تاریخ مربوط به حشاشین را تحریف کرده، من جمله استودیوهای بازیسازی و همچنین سینمایی‌های هالیوود سعی کردند که حشاشین را به عنوان فرقه مخوف و خطرناک نشان دهند، یا بعضاً بسیاری از آنها سعی می‌کنند حشاشین را مرتبط با خود دانسته تا بتوانند بر اثر فکری و توان رسانه‌ای حشاشین را متعلق به خود بکنند. اما سوال بسیار جالب در مورد حشاشین این است که آیا همچنان آنها زنده هستند یا به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند یا نه؟ در جواب این سوال می‌توان گفت که تنها مذهب اسماعیلیه تا کنون توانسته به انجام امورات خود بپردازد، اما فرقه حشاشین یا شیعیان نزاری در واقع نتوانستند که تا کنون به فعالیت‌های خود ادامه دهند، یا اگر هم ادامه می‌دهند به صورت کاملا مخفیانه می‌باشد، اما اسنادی که بتواند به اثبات زنده بودن آنها بپردازد موجود نیست. بنا به همین دلایل بسیاری از حشاشین در زمان حمله مغول‌ها کشته شدند و بسیاری از آنها هم دست از اعتقادات خود کشیده یا بسیاری از آنها متواری به کشورهای دیگر شدند و عملاً فرقه مخوف حشاشین با حکمرانی بیش از چند صد سال در زمان حمله مغول‌ها به تاریخ پیوست. اما یکی از دلایلی که بسیاری از مورخان تاریخی برای نابودی حشاشین اسم می‌برند، جنگ میان دو امپراتوری بود. حشاشین هم با سلجوقیان و هم با مسیحیان در شرق و غرب می جنگیدن. به همین دلیل به دلیل جنگ های فرسایشی بسیاری از حشاشین کشته شده یا توان نظامی برای مقابله نداشتند. قلعه حشاشین در قزوین که به مدت چند صد سال نتوانسته بودند آن را تصرف کنند، به دلایل بسیار زیادی از جمله توان نظامی بسیار ضعیف، این قلعه سرانجام پس از چند صد سال به تصرف مغول‌ها درآمد و بسیاری از آثار و کتب حشاشین ویران شد. اما کماکان حشاشین بعد از تصرف قلعه خود توسط مغول‌ها در مصر به فعالیت پرداخته، اما کماکان در مصر هم پس از چند ده سال از بین رفتند. انتهای ویدیو رسیدیم. ممنون از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودید. اگر نظری دارید در مورد حشاشین حتما برای ما به اشتراک بذارید. همچنین میتونید با سابسکرایب مجله دارکوب از ویدیوهای بعدی ما دیدن کنید. با امید دیدار و با امید روزی روشن، خدا نگهدار.